با نام و یاد پروردگاری که شنونده آرزوهاست، درود بر شما. اینجا جام آرزوها و من پژمان بازقی یک بار دیگه افتخار این رو دارم که مهمان منزل شما باشم. مردم ایران سلام. خیلی از زندگی چیز زیادی نمیخواستن، همین که دوره هم میشستیم نقاشی میکشیم برای پدر کافی بود. چند سالشون بود به رحمت خدا رفتن؟ پدر 60 رو هنوز ندیدن، یعنی 59 سال دارم. یعنی واقعا چیز زیادی هم از زندگی نخواستن؟ نه نخواستن، واقعا نخواستن. الان آثارشون کجاست؟ مالا آثارشون یه بخشش دست خواهرم ساغره، چون بابا اعتقادی به این نداشتن که هنر رو بفروشن، یعنی نبود که نمایشگاه بذارن حتی کسی بخواد ببینه. هر کدوم از نقاشیاش تو خونه یک کسیه، پسر عمو، دختر خاله، هر کسی که میومد میگفت مثلا عمو پرویز این برای من، میگفت برای شما. مثلا 6 ماه زمان میذاشت، بیشتر تو خونه اینو اونه و یکیش پیش منه، بقیش پیش ساغر خواهرم که خودش استاد مینیاتوره. خب برسیم به اهواز. اهواز ما گفتیم نه استقلالی هستید نه پرسپولیسی. کجا؟ نیستم. همیشه سر به سر دوستان میذارم میگم من استقلال خوزستانم، میگم سند نفت آبادانم، بخاطر اینکه میگم من فولاد چی میشه؟ فولادم. آره، چون فوتبالی نیستم همینجوری میگم. بعد میگن که خب اسم ببر، میگن اسم ببر دو نفر رو، میگم اسمم نمیتونم ببرم. میگه بعد چه جوری هستی؟ میگم والا فوتبالی اصلا نیستم. حالا من یه سوال بپرسم از شما که فوتبال نیستی، الان تیم ملی کشورمون بله در جام ملت‌های آسیا قراره که مسابقه بدن، شما اگه مثلا تیم ملی مون قهرمان بشه خوشحال میشی؟ صد البته مگه میشه خوشحال نشه؟ شما که فوتبالی نیستین چرا خوشحال نه آخه تیم ملی آقای بازی قصهش فرق میکنه. تیم ملی متعلق به ایرانه، یعنی اینجوری نیست که من بگم که من فوتبال دوست ندارم. یه چیزیه که دیدین توی خانواده یک بچه با استعداد وقتی یک چیز رو به دست میاره همه ذوق میکنن. یه وقتایی هم مثلا تو به خواهرت حتی یه حسادت های خواهرانه هم داری، ولی وقتی اون موفقیت رو به دست میاره چقدر خوشحال میشی، ذوق میکنی، میگه خواهر منه. تیم ملی هم اینجوریه واسه ما، یعنی اون افتخاری که سرتو میگیری بالا میگی تیم ایران داره بازی میکنه، فرا از تمام این که حالا من استقلالی ام نمیدونم پرسپولیسی ام یا هر چی، اصلا فوتبال نمیبینم، بحث تیم ملی واقعا فرق میکنه و واقعا بازیاشون رو آدم میبینه. پس یه آرزوی جمعی بکنیم برای بچهای تیم ملی که موفق باشن و بتونن ایشالله که در جام ملت‌های آسیا مقام قهرمانی به دست بیارن. این ایشالله برنامه یک بهانه از طرف تیم ملی بود که دست ساخته بشه. بعد خیلی جالب بود که تبدیل به یک اتفاق خیلی مهم شد، یعنی ما خودمون هم فکر نمی‌کردیم. قصه از یک توپی آغاز شد که در جام جهانی برزیل چند تا از ستاره های جهانی امضا کردن، کم 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 این توپی افکار بزرگ آورد، ایده های ناب تو ذهن بچه‌ها اومد و تبدیل شد به جام آرزوها. ما قراره که در پایان برنامه جام آرزوها 30,000 جهیزیه تقدیم نوعروسان و تازه دامادهای عزیزی بکنیم که شاید کمکی باشه برای اینکه زودتر برن سر خونه زندگیشون و بهانه‌ای نداشته باشن. البته که من یه نکته هم بگم، شاید خارج از بحث مهمان امشب ما باشه، کرونا به ما خیلی چیز یاد داد. مثلا خیلی در اون دوران بله خیلی در اون دوران ازدواج کردن و خود شما بله مراسم نگرفتن و به دلیل حالا پاندمی که وجود بله، داشت بله، همه گفتن خب چه کاری بله، ما میخوایم بریم سر خونه زندگی بله، بریم حالا بله، دنبال بله، تجملات و این داستانا، ولی به هر حال رفتن سر زندگیشون بله، 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 و این باعث شد که بله، ما یاد بگیریم خیلی هم چیز مهمی نیست که ما حتما باید یه تالار خیلی خوب بگیریم نیست. واقعا یعنی آیه بازه مثلا 10 سال که میگذره فکر نمی‌کنم ایشکی بشینه من فیلم عروسیشو نگاه کنه بگه وای نگاه تو چه تالاری عروسی گرفتم، چه غذایی گذاشتی. آره هیچ کس چیز نمی‌کنه. بعد دوربینم که میاد رو صورت همه آره، همه غذا. آره به خاطر همین به نظر من انقدر چیز حل شده ایه که نمیدونم چرا بعضی انقدر سخت میگیرم. من خودم از اون دست، شاید اون خصلت جنوبیمه که همه چیز رو راه، هم خودم هم همسر، چون همسرم هم جنوبیان، اون خصلت جنوبی هاست که همه چیز رو راحت میگیرن. من تا به امروز فرصتی برای ازدواج مهیا نشده است، اما دوست دارم که همسرم همکارم نباشد و در و با او در مورد سینما صحبت کنم. این جمله شما بود درسته؟ آره آخه واضحی خوب بله از اینکه تحقیقات کامل بوده بله واقعا هم همینجوریه. الان صحبت میکنه راجب سینما؟ بله خیلی راجب هم دیگه صحبت علاقمند راجبش. هستن؟ بله علاقمند هستن، ولی خب خیلی هم اونجوری پیگیر نیستن که بگم الان مثلا فیلم فلان فیلم روز رو دیدن اینجوریه اونجوریه، نه چون دنیای خودشون و کار خودشون رو دارن. ولی همین که میشینه کار من میبینه و یه جایی نقد میکنه برام خیلی جالبه، از دید یه
یک آدمی که داره با من زندگی میکنه، من رو خوب میشناسه و الان اینجا داره منو نقد میکنه یا داره تعریف میکنه، میگه اینجا چقدر خوب بوده، اینجا اینجوری بوده. خیلی برام جذابه. سریالاتو براشون میگین؟ معمولا چون که فیلمنامه هایی که کار میکنم رو توی خونه کسی نیست بام تمرین کنه و شخصیت مقابل رو اگه وقت داشته باشه بام تمرین میکنه، یا بخشش رو میدونه یه بخشش رو میدونه. پس باید امیدوار باشیم همسر شما در آینده در فیلم های سینمایی ببینیم. نه از استعداد نداره، خودش میخنده یه جایی مثلا سکانس ها حسی میشه و اینا، میگم یه ذره احساس بذاره، میگم من واقعا نمیتونم، سخته. نه حالا آدم احساساتی هست واقعا. خیلی خیلی مهربانه. آخرین بار برای شما کی هدیه خریده؟ آخرین بار روز زن بوده دیگه. چی خریدن؟ خانم هاشی دوست دارن آقای باده. خب دیگه جونیبی باشی طلا هم دوست داشته باشه دیگه، همینه دیگه. طلا شوهر مجبوره که این کار انجام. آره مجبوره دیگه، مجبوره. نه واقعا طلا دوست دارم. برگردیم به دوران کودکی. چرا باغبون؟ خیلی از بچگی به گل و گیاه علاقمند بودم، یعنی همه به میخندیدن وقتی میگفتم دوست دارم یه باغ گلی داشته باشم، دوست دارم هر جا میرم یه سبد گل بکنم از اونجا ببرم برای اون طرف هدیه. خیلی دوست داشتم که گل هدیه ببرم. آره همه میخندیدن گفتن تو داری بازیگری، داری تئاتر کار میکنی. اون موقع خب 8-9 سالم بود. بعد میگفتم نه، این بوی گل بوی زندگیه، حس میکنم که چقدر به من نزدیکه، چقدر دارم زندگی میکنم اون لحظه رو، چون تخیلاتم خیلی خوب کار میکرد وقتی بچه بودم. حتی هممون همینجوریم، ولی حالا چون من تئاتر تو اون سنم کار میکردم، یک ذره تخیلم جلوتر از سن خودم بود، برای همین خیلی زندگی میکردم با این قصه. آخرین باری که برای شما گل خریدن همسرتون کی بود؟ روز زن. بله. یعنی همون طلاها رو جعبه رو یه سبد گل. بسیار عالی. از زندگیتون راضی؟ خدا رو شکر. بله. رضایت یعنی چی در زندگی مشترک؟ رضایت یعنی که همدیگر درک بکنیم دیگه. مهمترین بخشش این که کنار هم دیگه آرامش داشته باشیم. همه در زندگیشون سختی دارن، بالا دارن، پایین دارن، روزهایی دارن که حالشون خوب نیست، روزهایی دارن که از خواب بیدار میشه میگه اصلا من برای چی ازدواج کردم، روزهایی هست که میگه خدا رو شکر که یک نفر کنارمه. اون روزهایی که حالت بده باید به اون روزهایی که حالت خوبه فکر بکنی که بتونی همه رو در کنار هم دیگه موازات جلو ببری. من خدا رو شاکرم بابت اینکه روزهایی که حالم خوبه خیلی خیلی بیشتر از روزهایی که حالم بده. آدم خوش اخلاق هستید یا بد اخلاق؟ نه خوش اخلاقم. از 14 سالگی مهاجرت کردید به تهران؟ 16 بله 16 سالگی. من که الان بستگان همچنان در خوزستان. بله 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 بله. مادر اونجا زندگی میکنه، یکی از خواهرام اونجا ازدواج کرده ساغر، برادرم سینا اونجا ازدواج کرده، یک پسر گل داره سامیار و کل خانواده اونجان، فقط من و خواهر بزرگترم سحر در واقع در تهران. اگر بچه دار بشید اسمشو چی میذارین؟ بگم؟ بله. اگر دختر باشه سارگل به معنی گل زرد، اگر که پسر باشه من اسم ساتیار رو خیلی دوست دارم. ساتیار یک اسم بختیاری، شما اصالتا بله. لور بختیاری هستم، ساتیار رو خیلی دوست دارم. بسیارم. اصلا همه چیز زندگی شما وابسته به گل شده. بله. سارگل. بله سوگل. باغبون سوگل. بله. و خوشحالم که پدرم این اسمو برام انتخاب کرد، چون پدرم این اسمو انتخاب کردن. خدا رحمتشون کنه. زنده باشید. مرسی. یه ذره راجع پدر برام صحبت کنیم. پدر یک آدم ساکتی که واقعا میگم مثلا اگر 5 ساعت اینجا میشست فقط نگاه میکرد و لبخند میزد و از لحاظ شباهت فیزیکی خب من چشم ابروم خیلی شبیه پدره و یه سری از خصوصیات اخلاقی من شاید مثلا 60% به پدر رفته، 40% به مادر رفته. ولی همین که همیشه توی زندگیش قانع بود به اون چیزی که خداوند براش رقم زده، برای من یه الگوی بزرگی بود. و موقعی هم که خواستم بیام تهران فقط یه نصیحت بهم کرد، گفت یادت نره که تو چه خانواده‌ای بزرگ شدی، اصالت و ریشت رو یادت نره. تنها حرفی که به من زدم. و اینکه هر 4 نفرتون ازدواج کردید دیگه در خانه. بله بله. پدر در زمان حیات پدر بود یا خیر؟ خواهر بزرگترم و سینا وقتی ازدواج کردن پدر در قید حیات بود دیگه. من و ساغر، چون من خواهرم به فاصله 2 روز ازدواج کردیم. چه بامزه. بله من خواهرم 19 مرداد ازدواج کرد. روز تولد من. من 21 مرداد، چون من اون موقع سر یه کار سینمایی بودم به اسم بچه گرگای درسیب، کار فریدون نجفی، و توی عشایر باید فیلم برداری میکردیم. یک بار ما تاریخ عقد رو معین کردیم، منتها چون گندما رو میخواستن درو کنن مجبور شدن که این تاریخ رو جابجا کنن و ما عذرخواهی کردیم، از همه فامیل گفتیم عروس خانم سر فیلم برداری نمیتونه بیاد، عقد رو میندازیم 21. و چون من فقط 3 روز آف داشتم، یعنی اگر میپرسیدن روز 19
عروس خانم من وکیلم گفتن عروس ساعت عروس... فیل بازی آره کنه. آره عروس اومده بود و دستا سوخته چون اون نقشم نقش یک زن عشایری بازی میکردم که گندم درو میکردم و اصلا به زبان لوری صحبت میکردم، اصلا توی ما توی فضایی بودم که اصلا به شهر ربطی پیدا نمیکرد. برای همین وقتی اومدم با خودم با همه غریبه بودم، با دستای سوخته ای که اصلا شبیه عشایر شده بودم و دستای زحمت کشی که عشایر عزیز دارم. برای همین سه روز زمان داشتم، خواهرم هم گفت خب منم تو همون روز در واقع میذارم که تو هم باشی. شد 19 یه روز بینش فاصله بود، من هم 21 در واقع عروسی کردم. عالی. و اینکه سختگیر بودید، جایزه چی بردید؟ نه اصلا سخت. جایزه چی بردید خودم سر؟ ما جنوبیا که دختر نمیدیم آقای بازیخ، جایزه هم بدیم که تیکای درشت. من نمیدونم، من آداب و سنن شما رو نمیدونم. آره شما نقطه مقابل ما جنوب و شمال. بله ولی در جنوب رسمه که خانواده پسر سنگین ها رو میاره، یعنی منظور یخچال، نمیدونم سرویس خواب، این چیزهایی که این مقدار درشته. اینا که مدرنشه، حالا بخوام یه ذره سنتی تر، اون موقع سنگین ها چی محسوب بشه؟ شیربها میدادن که خانواده دختر بتونن جهیزیه بخرن. 4 مادر من از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب دم در محل تمرین تئاتر من میستاد، چون فکر میکردن که امن نیست سینما. بله. حالا که شما وارد سینمای حرفه‌ای شدید، یعنی فضای حرفه‌ای تلویزیون، سینما، پلتفرم فرق نمی‌کنه، همه یک کار بودن. و فکر می‌کنید که سینما امن نیست؟ نه، الان دیگه سینما خانواده منه. اون زمان خب من سنم خیلی کم بود و توی گروه تئاتری که کار می‌کردم هیچ دختر اجازه نداشت که بیاد و من تنها دختر گروه بودم. روی این حساب خب مثلا خانواده مادر حساس بودن که هیچ دختری توی گروه نبود و بعدها که مادر من میومد خانواده‌های دیگه اعتماد کردن و ما 11 دختر شدیم توی گروه تئاتری که بودیم. و 4 تمام مامان ساعت 4 منو میبرد، 8 شب برمیگردون، یه شبایی به خاطر اینکه دیر نرسیم حالا باید میومد شام آماده میکرد برای خانواده. یه بار میگفتم مامان انقدر دستام کشیده، اسم میگم این دستم خیلی بلندتره، یکی دستم شده، به شوخی بهش میگفتم میکش بودو بریم دیر شده. و واقعا برای من زحمت کشید. اگر دختر داشته باشید اجازه میدید بیا تو سینما؟ صد البته، هر انتخابی که بخواد میتونه داشته باشه. نه ما چون راجع به حرف شما داریم. بله بله، چون که من خودم توی خانواده بزرگ شدم که این اجازه رو داشتم و خیلی خوشحالم بابت اینکه مستقل بزرگ شدم. اون زمان ما زیاد چیزی از دنیا نمیدونستیم، اینقدر تکنولوژی وجود نداشت دیگه که بخوایم یه تلفن می‌خواستیم بزنیم باید تو صف وای می‌سادیم مثلا به مامان یه زنگ بخوایم بزنیم. برای همین واقعا از اون اعتمادی که به من کردن خوشحالم و خودم هم اعتماد به فرزندم خواهم کرد. فکر می‌کنم که رسالت یک بازیگر این هست که برای مردمش کار بکنه. مردم اگر برای یک هنرمند دست نزنن، اون هنرمند هیچ وقت هنرمند نخواهد شد. دقیقاً. بریم بخش بعدی. گفتگوی خوبی داشتیم، خدا رو شکر که خانم تماسبی هم حاضر جوابانه همه رو جواب دادن. بریم بخش بعدی ببینیم میتونیم که یه ذره اذیتشون بکنیم یا نه. بیشتر ماجراهای بزرگ از یه شهر کوچیک شروع میشن، مثل ماجرای آذر و خرمشاهی یزد. برای پسری که توی محله فقیرنشین یزد به دنیا آمده بود، تمام دنیا به اندازه همون خونه کاهگلی بود. پسری که اجازه نداشت از خونه بیرون بره، هیچ مهمونی به خونشون نمی اومد، هیچ وقت مهمونی نرفته بود و اولین بار در 5-6 سالگی پاش رو توی کوچه گذاشت و بچه هایی دید که همسن خودش بودن و با کیف و کتاب به مدرسه می رفتن. همونجا بود که فهمید دنیای بیرون از خونه چه شکلیه و از پدرش خواست تا اونو هم به مدرسه بفرسته. اما جواب پدرش یه نه محکم بود، چون پدرش معتقد بود مدرسه فکر آدم‌ها رو عوض می‌کنه. از همون موقع رویایی توی سر پسرک شکل گرفت، رویای مدرسه رفتن، رویای خوندن و نوشتن. اما کارگری در زمین کشاورزی و خالی کردن آجر تمام چیزی بود که نصیبش شده بود. تا اینکه با پدرش به یک کارگاه جوراب بافی رفت و صاحب کارگاه وقتی از علاقه پسرک به کتاب باخبر شد، ازش خواست تا به مغازه کتاب فروشیش بره و اونجا کار کنه. همه چیز رویایی بود، یه دنیا کتاب و پسری 12-13 ساله که با سوادی دست و پا شکسته هر روزشو میونه کتاب ها میگذروند. و تازه اونجا بود که فهمید دنیا از خرمشاه یزد خیلی بزرگتره.
پسرک میخوند و میخوند، هر چیزی که دم دستش بود و برمیداشت و میخوند. اما یه جای کار ایراد داشت. اون قصه میخواست و هیچ قصه‌ای برای بچه‌ای به سن اون نبود. یه چیزی توی سرش مدام چرخ میخورد که باید خودش دست به کار بشه و برای بچه ها قصه بنویسه. توی یزد دهه 20 اما چنین کاری محال بود. 21 سالش که شد یزد رو رها کرد و به دنبال آرزوهاش راهی تهران شد. آرزوش این بود که بیشتر بخونه تا بتونه خودش برای بچه ها قصه بنویسه. و بالاخره 15 سال بعد این اتفاق افتاد. وقتی 36 سالش بود تونست مدیر انتشارات امیرکبیر رو راضی کنه که نوشته هاشو چاپ کنن. قصه های خوب برای بچه های خوب، نوشته مهدی آذریزدی. آقای نویسنده که خیلی ها آذر صداش می زدن، بالاخره به رویاهاش رسید و چند سال بعد شد پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران و جایزه یونسکو رو هم برد. نویسنده‌ای که رویاهاش رو توی اتاق 6 متری زیر شیروانی حوالی خیابان ناصر خسرو می ساخت، مهدی آذریزدی. جامع آرزوها و شبکه نسیم، پژمان واضقی در خدمت شما هستم. مهمان عزیز و گرانقدر ما خانم طهماسبی، سوگل طهماسبی هستند و خوشحالیم از این که میتونیم 30,000 به 30,000 جایزه فکر کردن کمک جایزه الان خیلی شاید فکر بکنم به قول شما اون اقلام سنگین رو که با 5 میلیون تومان نمیشه. ولی ما خواهش کردیم از سازندگان در واقع کالاهای ایرانی به ما کمک بکنن، به این عزیزان کمک درست. بکنن، یک حالا شرایط ویژه‌ای بتونیم، نمیدونیم، یک مسیر رو شروع کردیم، هنوزم خودمون نمیدونیم که قرار در انتها چی پیش بیاد، ولی معتقدیم به مسیر و راهمون بره. که حتما راه درستیه دقیقا. چون پشتش یک فکر و یک دل پاکه بره. یعنی قراره که واقعا ما این کار رو انجام بدیم. بعد از نهادها و ارگانهایی که کمک می‌خوایم راستی آزمایی می‌کنیم، خانواده‌ها حتما باید ثبت نام بکنن، قاعدتاً یک راهکار ویژه‌ای وجود داره، ولی ما این قول رو می‌دیم که این 30,000 تا رو ما می‌گیریم می‌ذاریم کنار، حالا هر چقدر بیشتر بهتر، ثبت نام‌های بیشتر، اون رو هم به وقتش به شما خواهیم گفت. هر وقتم به عدد سه رقمی یعنی 100 تا جایزه هماهنگ شد ما شروع می‌کنیم برای شما نمایش می‌دیم که این تعداد به لطف شما عزیزانی که کمک میکنید به ما در صندوق جامعه آرزوها ذخیره خواهد شد، تعداد شما افزایش بیدیم روزانه و امیدواریم که انقدر به سرعت بچرخه که ما سرمون گیج بره. اتفاق بزرگیه، حتما همینطوره. خانم تماس بریم بله. چند تا عکس به اتفاق شما ببینیم. بله بریم. قبل از اون بفهم. خیلی دکورتون قشنگه آقای بازقی. من تشکر بکنم از پیمان قانع عزیز، بله واقعا دستشون درد نکنه، خیلی زیبا، همکارانشون که این دکور زیبا رو ساختن. بریم عکس اول رو ببینیم. آخه سریال بچه مهندس 1، مومو و خاطره شیرین، شخصیتی باز میکرم به اسم خاله زینب، به کارگردانی آقای علی قفباری نازنین، تهیه کننده آقای سعید سعدی که سایه‌شون انشاءالله بالا سر ما باشه، و یه تجربه بی‌نظیر با 50 تا 60 تا بچه 5-6 ساله. من که خودم عاشق بچه هامو. خیلی خیلی شیرین بود. و چه دلیلی داشت که بازی کردید؟ خب با آقای قفاری قبلا یه سینمایی کار کرده بودم که این در واقع اونجا مجری طرح بودن. خب برای این سریال من دعوت کردن، دوتا شخصیت رو بهم پیشنهاد کردن که یکی یک ذره خاکستری بود، یه دونه خاله زینب که مثبت بود. گفت کدوم رو دوست داری؟ گفت من تو ذهنم هست که تو کدومی، ولی خودت. وقتی خوندم احساس کردم که من زینب رو بیشتر دوست دارم. و از نقشای منفی کار کردم؟ نه کار کردم، ولی توی اون قصه خاله زینب خیلی قشنگتر از اون شخصیتی بود که کار کردم. همون هم شد که انقدر شخصیت دوست داشتنی بود که تو دو هم اومد دیگه، بچه مهندس دو هم کار کردیم. بسیار عالی. عکس بعدی رو ببینیم. آی سریال کیمیا، یادش بخیر، خانم آجیان عزیز. اسم بچه ها یادتونه؟ بله، حسن هندی، فرشید احمدی، آقا مهدی گیریمور خیلی خوبمون، آقای مهدی پاکتل، مهراوه، خانم آجیان، من، بهار، سوزان، علی شادمان. خیلی هم علی هم که ماشاءالله بزرگ شد و حسابی. آره
این اولین عکسیه که توی سریال کیمیا گرفتیم. تازه دو روز بود من کارم شروع شده بود اینا. مهراب گفت بیاین بچه‌ها توی اتاق گیریم یه عکس به یادگاری بگیریم و واقعا دو سال کنار هم زندگی کردیم. دو سال آبادان. بله. 6 ماه توی آبادان بود، بقیه‌اش در تهران فیلمبرداری شد. بله، داخلی‌ها در تهران فیلمبرداری شد. بریم یه ویدیو ببینیم. بریم. آخه. نجلا. نه نه ولم کن. شانس آوردم این احمد بار برده بگینه آبرویمونو میبرد. چیکار کردم؟ نه نه بس سر جدت ایتور میکنی به ما. ما چیکار کردم؟ زدم تو دهنش؟ ها عبد خان. میدونی چرا نجلا جرأت کرد بزنی تو دهنت؟ به خاطر اینکه دید کسو کاری نداری. اینا ننت. اینا دایی. یا پسر دایی که کلانتر آبادانه. اینو من خودت. آه ماشاءالله. خب تسلط شما به لهجه جنوبی به دلیل زادگاهتونه تقریبا. بله دیگه، چون من تا 16 سالگیم، یعنی از 8 سالگیم تا 16 سالگیم در خوزستان زندگی کردم در اهواز. چون قبل‌تر از اون ما جنگ زده بودیم و من اصفهان بودم. ولی خب اون 8 سال به هر حال تاثیر خودش رو داشته و من عاشق جنوبم و لهجه جنوبی و خیلی خوشحالم. یعنی واقعا میگم یک شخصیتی اگه قرار باشه که تا آخر عمرم بازی کنم میگم ثریای نجلا. و اینکه شما برای برادرتون تو دهن کسی میزنین؟ بله. زدین تا حالا؟ نه نزدم، ولی اگه پیش بیاد بله. خواهر شوهر هستید یا نیست؟ آره نه 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 خواهر شوهر. آره و اسم برادر زادم هم حالا دوتا اسم من گفتم، اسمی که گفتم انتخاب شد سامیار و اینکه ممنونم که احترام گذاشتن و سامیار رو انتخاب کردن. خب بریم عکس بعدی رو ببینیم. سریال عشق کوفی، تجربه بی‌نظیر، نقش منفی، کار تاریخی و یک چیز کاملا متفاوت از نقشایی که تا به امروز بازی کرده بودم و خیلی دوستش داشتم. هنرشا پول دارن؟ بستگی داره چه زاویه نگاه کنیم. من دارم میپرسم. نه بستگی داره به چه زاویه بخوای نگاه بکنیم. مثلا از زاویه نگاه مردم. از نگاه مردم بله، از نگاه مردم فکر میکنن که خیلی پول دارن، ولی اگر بخوای از نگاه همکاری نگاه کنی، موقع متوجه میشی که یه دفعه یه کاری میری یا 3 ماه بعد پولتو میدن، یه دفعه یه ماه نیست، یه ماه اینجوریه، یا 1 سال ما بینش بیکاری، سر کاری نیستی که نمیتونی بری. ولی از نگاه عامه تر بخوای نگاه کنی، بله خب پول زیادی میگیرن. و چی بگم؟ بریم ویدیو بعدی. مثل یه مرد قدی هستی مامانمه. مثل یه آب زلال هست ولی زلالتر باشه. آچه خدا مخواهی خوش باشی. مرمونت برم فدات بشم. عزیزم چند سال پدر به رحمت خدا رفتن؟ 13 سال. و مادر 13 سال به تنهایی شما رو بله بزرگ کرد. بله. پدر پشتوانه یک دختره. صد البته. و مادر روح یک آره فرزنده. من همیشه میگم که اگر این مسیرته، اون فانوسی که توی دستت مامانه که روشن میکنه همه جا رو و تو میری جلو و همیشه تو همه شرایط زندگی داره میخنده. مگه میشه همیشه تو لبخند داشته باشی؟ نمیشه. سخته. سخته. خیلی ممنون. برنامه جام آرزوها، اینجا توی منطقه کاتارا هستیم، یکی دیگر از محله‌های جشنواره هواداری مسابقات جام ملت‌های آسیا که هواداری کشورهای مختلف میتونن بیان فوتبال رو تماشا کنن و بازی‌های مختلف انجام بدن. این جشنواره هواداری که توش هستیم می‌خورده با جشنواره هواداری اصلی مسابقات متفاوت‌تره، خیلی وسایل بازی داره، وسایل سرگرمی داره، فروشگاه داره. ما هم می‌خوام بریم علیه چرخی بزنیم، بازی کنیم، ببینیم چه خبره. Okay, the regulation is to progress the focus and the speed of
children of kids. Okay, this is a round of pass. In 30 seconds, try to make a lot and the maximum of goals here. Okay, to focus your power here with kids. Okay, here, yep. In 30 seconds, and there is a score, and this score you can win a T-shirt of Saudi Arabia team. Okay, and you can even you can take. I think there is weekly, daily, and monthly gifts. Hello. How are you? I'm good. How are you? Fine. My name's Yazid. I'm Canadian Moroccan. I play football, a little bit of freestyle, and I'm also an athlete, a runner. To be honest, the Asian Cup tournament is honestly is so amazing. I swear, like the way they organize it and everything, such a pleasure. Where are you from? I'm Moroccan Canadian. Yeah. You live in Qatar? Yeah, I live in Qatar. Talk about the Asian Cup tournament. Yeah, amazing. Very good organization, very good teams, and the competition level is so high. I am Fahad from Saudi Arabia. Talk about the tournament, Asian Cup. Yes, because inshallah, in the future, inshallah, we win step by step with Coach Mancini. Your progress, the focus, and the speed of children, of kids. Okay, this is a round of pass. In 30 seconds, try to make a lot and the maximum of goals here. Okay, to focus your power here with kids. Okay, here, yep. In 30 seconds, and there is a score, and this score you can win a T-shirt of Saudi Arabia team. Okay, and you can even. You can take, I think, there is weekly, daily, and monthly gifts. Do you think it will be champion? Which team will be champions? To be honest, maybe inshallah, I really want Qatar to go far in the tournament, but also teams like Saudi Arabia, I think they have good potential. Yeah, maybe Iran, you never know. But yeah. Which team do you support in this tournament? Sure, 100% I support Qatar, Saudi Arabia. There is also some teams like Iran to play well, and we saw the level of Iran for the first match. Also, Oman also. I think the level is very, very good. Do you know about Iran national football team? Yes, I watched the game. They won us 4-1, like Barcelona, Real Madrid. Do you have information about Iran national team? Information about the Iran national team, no. Players, coach. I know this one player called Shoja Khalilzadeh. Yeah, yes. This one is an Iranian player. Played in Star League Qatar. Yeah, in the QSL. Yep, Qatar Stars League. Yep, he's an amazing player. Yes. In the Mahdi Tarami. Fantastic. Yes, of course. It's good striker. I think I know some friend from Iran in sports field, and they know the work in Iran is very strong. They work very good, and maybe the basic start to be strong. That means I hope that inshallah in the future we will have very good team in the future, as you see now also. Your message to children of Gaza. I wish you're superheroes, and you made so people to see the world in another vision. I thank you so much, and stay standing. We're with you.
بینندگان عزیز، گفتگوها رو با هم دیگه دیدیم و شنیدیم. خیلی جالب بود که اکثر هوادارا اینجا هم اتفاق نظر داشتن روی اینکه 4-5 تیم همیشگی مدعی قهرمانی آسیا هستن، من جمله ایران خودمون. برای بچه‌های تیم ملی کشورمون آرزوی موفقیت می‌کنیم به امید قهرمانیش. شمش طلای جام آرزوها 90 ثانیه 250 میلیون تومان معادل 5 تا جایزه. ما گفتیم شما تازه ازدواج کردید، تازه جایزه به اتفاق همسرتون خرید بردید منزل، و اینکه این رو درک میکنید تلاش خودتون رو چند برابر مضاعف بکنید. اولین نفرم آقای بازدی. بله شما اولین نفر هستید. امتحان کردین خودتون؟ بله. شده؟ نخیر. خب بگید نمیخوایم تحماسه بیتون تو این چالش شرکت کنی. نه چرا، چکو بیارم خودم بنویسم برم فکر کنم. اولو که حتما ازتون آخر کار میگیریم، اصلا شک نکنید به این قضیه. ولی ما میخوایم ببینیم که شما موفق میشید در این برنامه 5 جهیزیه رو تأمین بکنید برای تازه عروس ها، تازه دامات. سنگینه خیلی. خیلی ممنونم. خیلی بازی سختی. خیلی مشخصه. 60 ثانیه 30 ثانیه هم کم کردیم. چی بگم دیگه، در اوج خداحافظی میکنم منم اینجا. چند تا جهیزی اگر اینو نتونید برنشید، خودتون چند تا جهیزی تامین میکنید؟ 2 تا جهیزیه، یعنی 100 میلیون. 100 میلیون تومان. بله 100 میلیون تومان. همین الان 2 تا جهیزی اضافه شد، میتونیم بشه 5 تا جهیزیه. ولی اگر برنده شدید ما اون دو تا رو از شما نمیگیریم. نمیگیریم، دست شما درد نکنه. همین 5 تا رو برای شما محسوب. خب میکنیم. شروع شد. 250 میلیون تومان. یک دقیقه زمان. چه کار سختی. خب بشوریم. 3-2-1. اوه خیلی سنگینه. نمیشستم. خیلی سنگینه. 50 ثانیه فرصت دارید. آها نه اون شکلی نمیشه، باید با نوک انگشتاتون. من راهنماییتون میکنم با نوک انگشتا. باید 40 ثانیه. خیلی سنگینه. هیچ جوره نمیشه. چند کیلو وزنش؟ با نوک انگشتاتون باید سعی کنید. آخه نمیشه اصلا. 25 ثانیه. نمیاد بالا. پنج تا جهیزی هست دا. الان 5 تا خانواده جوان. خیلی سنگینه. 15 ثانیه. وای. 10 9 8 7 6 5. نمیشه. 4 3. نمیشه. خیلی سنگینه. من برش تلاش شما دست میزنم. خیلی سنگینه. خیلی سنگینه. اصلا نمیشه بلندش کرد. به هر حال یه ذره تلاش کنید بچه. من نتونستم. تلاش کنید. من دستم نمیره اون تو اصلا با کاپشن. نه واقعا سنگین بود. میشه خواهش کنم یه فرصت دیگه به ایشون بدیم؟ نمیشه آقای بازرگان. میخواین یه فرصت دیگه به من بدید؟ من دو تا جایزه رو میدم، خداحافظی میکنم. ولی یه بار دیگه میخوایم. ولی یه بار دیگه تلاش بلد. کنید. آدم دست از تلاش برداره. امیدوار چون به هر حال 5 تا جایزه است. بله. میشواریم. 3-2-1. خیلی سنگینه. خب تا اینجاش عالی بود. تمرکز کنید. 50 ثانیه فرصت دارید. تو 10 ثانیه اول کار مثبتی انجام دادین. بچرخونینش، شاید همونجور در آرامش بچرخونش، از اون ور شاید راحت تر بود. اصلا اینقدر سنگینه نمیتونم بلندش کنم. بس نه نمیشه. میشه ها، یه ذره تمرکز کنید، اینقدر نگید سنگینه. هنوز 26 ثانیه فرصت دارید. 왜 خانم تماس بزنید. آقای بازرگان میشه یه مسابقه دیگه بذارید؟ اگه اون دستتون هم میتونید بیارید کمک کنید به دستتون. اصلا نمیشه. 5 4 3 2. من کامل تلاشمو کردم دیگه. نمیشه. همیشه من یه بار اجازه بدید من ببینم تا اینجا اومد. تا اینجا آوردید دیگه، درسته؟ بله. من گفتن اینجوری باید در بیاد.
اصلا خیلی سنگینه. ولی بچه هم خودشون پوستنه انجام دادن. بذارم اینجوری اگر نه نمیشه نشه. تهیه کننده یک جوری اینو گذاشته که نشه. ولی من واقعا تلاشم میکنم، مچ دستم قوی میکنم که تا روز آخر آره. بتونم حداقل این 5 تا جایزه خیلی لذت بخشه. خیلی 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 یه دفعه 5 تا عدد بله. اضافه بشه. خیلی چیکار کنیم از خانم طهماسبی بپذیریم 2 تا جایزه رو؟ بپذیرین خودشون قبول خودشون پرداخت نکنن. بسیار الان گفتن ترکننده محترم برنامه آقای اکبری عزیز بله. گفتن به خاطر تلاش و حضور مهربانانه شما پذیرفتن که اون دوتا جایزیه رو به جای بله. شما برنامه ما متقبل بشه و تقدیم جوانها بکنیم. ولی به نام شما، به یاد شما هست و ممنونیم از تلاش شما. اما فراموش نکنید که تیم ملی فوتبال کشورمون ایران، ایران پهناور، ایران عزیز، بله. ایران زیبا در جام ملت‌های آسیا در قطر مشغول مسابقه هست و امید داریم که بتونیم قهرمان بشیم انشالله. خیلی خسته نباشید خانم. خسته واقعا خیلی سنگین. اصلا نوچه دستون درد این کسی که طراحی کرده بیاد اینجا ببینم خودش اینو در بیاره. خیلی ممنون و متشکریم از شما که همراه برنامه جام آرزوها هستید. ما سعی کردیم یک شب نشینی مطبوع در کنار شما باشیم در این شب‌های زمستانی. امیدوارم که البته زمستون بشه، فعلا که تهران اثری از زمستون نیست. ولی تمام تلاش من و همکارانم این بوده که یک شب نشینی مطبوع داشته باشیم، گفتگوهای خوبی داشته باشیم. من سعی کردم بد اخلاق نباشم، اینقدر به من گفتم بد اخلاق، من اصلا آدم بد اخلاقی نیستم والا. ولی تو این برنامه تصمیم گرفتم بیشتر شنونده مهمانانم باشم و بیشتر توجه کنم به حرفاشون. هدف این نیست که خدای نکرده شخصیت هیچ یک از مهمانان رو تخریب بکنیم. هدف اینه که یک گفتگوی متفاوتی داشته باشیم راجع به موضوع برنامه که اسمش روش جام آرزوها و بتونیم بگیم که مثلا بپرسیم از شما خانم طهماسبی تا حالا مثلا حال کسی خوب شده، یک درخواستی از شما داشته شده که مثلا خودت بگذری از اون مال، از اون دلبستگی هات و اجازه بدی که اون برای یک نفر دیگه باشه یا نه. فکر میکنم که 90% شاید به جرات بگم 99%، حالا 1% رو من همینجوری احتمال میذارم میگم نه، این خصلت در جنوبی ها وجود داره که خیلی راحت میبخشن. و اگر ما برگردیم به زمان جنگ بعدش، الان امروز روز هر کسی مهمان جنوبی ها بشه فرق نمیکنه کجای جنوب شده، میبرن طرف رو خونه به زور نگرش میدارن شامانو. یعنی این بخشش جزوی از فرهنگ و آداب و رسوم ماست، از ما درسته. جدا نیست. بابت این خب منم چون توی اون فضا بزرگ شدم، ریشم از اونجاه، توی زندگیم سعی کردم که اون چیزی که از دستم برمیاد برای همنوع خودم انجام بدم. حالا بوده یه گروهی بودیم جهیزیه میدادیم برای دخترها که آفره. به شدت کار لذت بخشیه، یعنی انقدر که آدم فکر میکنم که یه دفعه میبینی برای 10 سال آینده یک انرژی میگیره، انگار توربو شدی داری حرکت میکنی، انقدر حس و حال خوبی بهت میده. چه از کارهای کوچیک روزمره‌ای که آدم حتی بتونه پشت یک چراغ قرمزی، حتی نمیدونم یک آبر پیاده‌ای، حتی حق‌های این مدلی که خیلی به چشم نمیاد رو آدم میتونه رعایت کنه توی زندگیش، همین‌ها یه تمرین بزرگی برای اینکه بتونی یک کار بزرگتری تو زندگیت انجام بدی. ان شاءالله من حرف شما رو تکمیل‌تر بکنم، مردم ایران در اقوام مختلف بله. این بخشندگی رو دارن. بله صد البته. مردم خراسان، بله. مردم خوزستان، مردم بله. کردستان، گیلان و مازندران، آذربایجان. و من این رو این بخشندگی رو بسیار زیاد در بله. مردم مرکز البته. ایران، اصفهان، یزد، کاشون، شیراز. منظور اینه که ما ایرانی‌ها کلاً یکی از صفاتمون بله بله بخشندگی هست. و دوست داریم حال همدیگر رو خوب بکنیم، حداقل آرزوهای خوب بکنیم برای همدیگه. حال خوب مثل یک رسانا میمونه دلی. و این انگار که به همدیگه منتقل میشه دلی. و ما حال بدم همینه ها بله بله، اگر ما بله. مردم بد اخلاق و بد خلقی باشیم همینجور منتقل میشه. میشه ما داریم سعی میکنیم این فرهنگ اتفاق بیفته. امیدوارم در این برنامه این اتفاق بیفته به لطف حضور شما دوستان و عزیز مهربان، از ورزشکاران، هنرمندان. حالا ما سعی میکنیم تیپ های مختلف رو هم دعوت بکنیم در این برنامه. ما در پایان برنامه
یک باقی داریم به اسم باغ آرزوها در باغ گیاهشناسی که در واقع اونجا رو لطف کردن به ما دادن. شما هم که اهل گل و گیاه هستید، آرزوی باغبان شدن داشتید. من از همینجا دعوت میکنم حتما برید از نزدیک ببینید. و اینکه میخوام بپرسم که آرزوی سوگل تهماسبی چیست که ما اون رو در نهال آرزوهایی که برش میکاریم هک بکنیم و به نامش بکاریم. چه درختی میکارید و آرزوتون چیه؟ من چون لور بختیاری هستم و درخت بلوط بله نماد ایر بزرگ و قوم بزرگ لوره، من درخت بلوط رو میکارم و زاگروس و بلوطاش. بله و آرزوم اینه که ریشه هامون مثل بلوط همینجوری تو این خاک سفت و محکم و استوار باشه انشالله. و آرزوتون رو بفرمایید که ما اونجا حک کنیم. آرزوم اینه که شاید خیلی ساده باشه ولی خیلی عمیقه، اینکه صلح باشه، آرامش باشه، لب خندون باشه. این خیلی برای من با ارزشه. بسیار عالی. آرزوی همه ماها این هست که این روزها صلح داشته باشیم، بله. آرامش داشته باشیم، بچه‌هامون لبخند بزنن. دقیقا. ولی من فکر می‌کنم یه آرزوی دیگه هم دارم اگه اجازه بدید من بگم. خواهش می‌کنم بفرمایید. اینکه هوا آلوده نباشه واقعا. یعنی هوای سالم حق بچه‌های ماست برای رشدشون، برای ذهنشون. خیلی ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. و یک آرزوی دیگه آقای بازه، ایشالله که در تجربه سومی که با هم دیگه همکاری میکنیم بتونم روبروتون بازی کنم. دو تا تجربه داشتیم که با هم همبازی نبودیم ولی ایشالله در سومی تجربه اتفاق برای من بیفته باعث افتخار بنده است. بزرگوار. خیلی ممنون که مهمان ما بودید. متشکرم از شما. برای تیم ملی کشورمون هم آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم که جام طلای ملت‌های آسیا رو بالای سر بگیرن. ما دعوتشون کنیم تو برنامه ما شرکت کنن. اصلا باید شرکت کنن چون برنامه مال اونهاست و مردم براشون دعا کردن. پس ما منتظریم که بعدن بیان و ان شاءالله که شادیام رو با هم دیگه جشن بگیریم. خیلی ممنون از اینکه بیننده برنامه ما بودید. تا برنامه بعد بدرود. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید.